در رابطه با این خبر که در تهران برای بیشتر از 1000 نفر کیفرخواست صادر شده، در فضای مجازی صحبت شده، حتی نه فقط تهران. مثلا کاربری نوشته دادگستری زنجان گفته برای 221 نفر از دستگیر شدگان اعتراضات کیفرخواست صادر شده که از این تعداد تاکنون حکم محکومیت 145 نفر نهایی شده. این یعنی فوری اینها رو محاکمه کردن و فوری تجدید نظر رفته و اونا هم فوری رأی دادن. هیچ کجا هم ما هیچ اطلاع رسانی از این حکام نداشتیم. احسان سلطانی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در توییتی نوشته محمود صادقی، پروانه سلحشوری، یحیی گل محمدی، الناز شاکردوست، میترا حجار، باران کوثری، سیما تیرانداز و هنگام قاضیانی به دادسرا احضار شدند. کم کم برای 80 میلیون ایرانی کیفرخواست صادر می‌کنند. در صفحه توییتر توماج صالحی که با وجود بازداشت این خواننده از 24 روز پیش و بیخبری کامل از اون همچنان فعاله، نوشته شده نوشتن کیفرخواست پشت درهای بسته بدون حضور وکیل انتخابی و برگزاری دادگاه‌های فرمایشی با اتهامات خودساخته ادامه همان کشتار معترضان است. و یک خبر دیگه که در چند ساعت اخیر در شبکه‌های اجتماعی زیاد چرخیده، حضور بی‌حجاب سارا بهاروندی و پری بهاروندی اعضای تیم ملی اسنوکر هست. در یک ویدیو که در اون اعلام کردن از عضویت در تیمشون کناره‌گیری کردن و از این پس در هیچ تورنمنت داخلی و خارجی شرکت نمی‌کنن. با هم می‌بینیم. درود بر مردم شریف ایران. سارا بهاروندی هستم، رنگ 1 و بازیکن تیم ملی اسنوکر ایران. پری بهاروندی هستم، عضو تیم ملی اسنوکر ایران. از امروز به تاریخ 1 آذر 1401 از تیم ملی کناره‌گیری می‌کنیم و در هیچ تورنمنت داخلی و خارجی شرکت نمی‌کنیم. نمی‌گیم در کنار مردم، چون ما خود مردم هستیم. برای خون‌هایی که به ناحق ریخته شدند، برای زندانیان سیاسی، برای کودکانمون، برای آزادی. زن، زندگی، آزادی. همونطور که انتظار میره این حرکت واکنش‌های مثبتی داشته از سوی بسیاری از کاربران. برای مثال این کاربر با انتشار ویدیو نوشته کشف حجاب و انصراف دو شیرزن لور خرم‌آباد از تیم ملی اسنوکر ایران.